والی فراه از تکمیل شدن دوباره کمربندهای امنیتی شهر فراه خبر می دهد. او می گوید پاسگاه‌های کمربندی قبلی شهر فراه را مبدل به بیزهای بزرگ امنیتی کرده است. ترورهای مسلحانه در چند روز گذشته بارها اعتراض فعالین مدنی، اعضای شورای ولایتی و مردم را در فراه برانگیخته است. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فراه فرستاده است. مقام های محلی در فراه تاکید می کنند که در چند ماه گذشته ده ها نیروی امنیتی را در پاسگاه های جدید امنیتی به خاطر تامین امنیت مردم گماشتند. عبدالبصیر سالنگی ولی این ولایت می گوید چنین قرارگاه بزرگ امنیتی را در نقاط شهر فراه ایجاد کردند و این باعث بهبود وضعیت امنیتی شده است. ما بیزهای بسیار محکم و مستحکمی را درست کردیم. خط دفاعی کمربند شهر فراه جور شده است. بسیار کمی نقصه بسیار کوچکی مونده که انشاءالله که اونا را رفع می شود. دشمن در بعض عملیات ما تلفات دیده است و فعلا نیروهای ما آمادگی هر نوع مقابله را با علی گروه طالبان دارد. والی فراه همچنان از آغاز عملیات نظامی بر ضد مخالفین مصالح دولت در ولسوالی‌های ناامن خبر می‌دهد و تأکید می‌کند حالا نیروهای امنیتی فراه با تجهیزات مدرن مجهز شده و از آلت دفاعی بیرون و آلت تهاجمی را بر خود اختصاص خواهد داد. انشاءالله که در این روزهای نزدیک تعهدات دولت از طریق ما برای گروه طالبان شروع می‌شود و انشاءالله که از مناطقی که اونا و فکر آمدن نزدیک به شهر فراه، شهر داخل شهر فراه نه، نزدیک به شهر فراه در این فکر در این هوا که باشند انشاءالله که پاسخهای دندان شکن از طریق نیروهای دفاعی و امنیتی مداده میشه. در سوی دیگر اعضای شورای ولایتی فراه مقامهای محلی این ولایت را متهم به ضعف مدیریت در تامین امنیت در این ولایت میکنند. در کمتر از یک ماه در فراه بیش از 20 تن که اکثر آنها نیروهای دولتی بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر و ولسوالی‌های فراه ترور شدند. باشندگان فراه نیز تاکید دارند که ادامه ناامنی‌ها باعث شده تا شمار زیادی از مردم خانه‌هایشان را ترک و به ولایات امن مهاجر شوند.